مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک ما رو همراهی میکنن. آقای محمدی، با توجه به اینکه مردم واقعا عصبانیان از این اتفاق و همینطور دیدیم که بسیاری از تشکل‌های مدنی و صرفی فراخوان دادن برای تجمعات 16 و 17 اسفند ما، فکر میکنین که با توجه به اینکه این فرضیه مطرحه که حکومت داره از خیزش زن زندگی آزادی انتقام میگیره، تجمعات امروز و فردا با چه واکنشی از سوی حکومت و نیروهای امنیتی مواجه بشه؟ خب روش حکومت در برخورد با اعتراضات همیشه یک روش ثابت بوده و اون هم سرکوب شدید بوده، اما اتفاقاتی که در 3 ماه اخیر افتاده در حوزه مسمومیت ها به کسانی که تاکنون شک داشتند که این حکومت در جنگ مستقیم علیه مردم هست و در این جنگ از همه ابزارها استفاده میکنه، باید شکشون برطرف شده باشه و به نظر من بخش قابل توجهی از افراد در این اعتراضات، در این تجمعات شرکت خواهند کرد، به دلیل اینکه واقف هستند به 3 کارکرد مهم این حضور. کارکرد اول نشون دادن زنده بودن این جنبش هست، علارغم انتقامگیری ها، علارغم سرکوب های شدید و علارغم حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و خوابگاه های دختران، که خب دختران در این جنبش نقش جدی و تأثیرگذاری داشتن. کارکرد دوم دادن قوت قلب به خانواده های کشته شده ها، به خانواده های زندانیان سیاسی و به خانواده کسانی است که در این جنبش تاکنون زخمی شدند، چشمان خودشون رو از دست دادند. و کارکرد سوم هم خسته و ذله کردن نیروهای یگانه ویژه است که در یک دوره مشغول به استراحت بودند. این فراخوان‌ها کمک میکنه که اینها دو مرتبه به عرصه خیابان بیان، شبکاری داشته باشند، ساعت‌های متمادی در خیابان‌ها باشند و به شکل قابل توجهی فرسوده بشند. کاهش اعتراضات خیابانی نشون داده که اگر حکومت فراغ بال پیدا کنه دست به ضد حمله میزنه. این مسمومیت ها به نظر من نوعی ضد حمله هست. برای اینکه فعالان سیاسی مردم رو حفظ کنند از این حکومت قصاب، از این حکومت قصی، طبیعی است که باید این در این اعتراضات حضور پیدا کنند و من مطمئن هستم که بخش قابل توجهی حضور پیدا خواهند کرد. اما کسانی که در این اعتراضات حضور پیدا می کنند، اینها افراد عاقلی هستند. اگر نیروهای یگانه ویژه در یک منطقه حضور شدید داشته باشند و افراد تصور بکنند که خسارت بالایی رو خواهند پرداخت، طبیعی است که در اون مقطع انعطاف از خودشون نشون میدن، ممکنه که تجمعات کوچکتری شکل بگیره، اما اعتراضات به نظر من همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه خیلی شواهد زیادی هست به اینکه حکومت دست داره در این مسموم سازی ها به نوعی، فکر میکنید و این خودش با انتقادات زیادی از خود داخل حکومت مواجه شده، فکر میکنید چقدر ریزش داشته باشیم در نیروهای سرکوب این بار؟ خب ببینید، این مسئله چون کودکان رو در بر میگیره و برخوردها هم برخوردهای نسبتاً گسترده‌ای هست در سراسر کشور. آمار رسمی که یکی از اعضای مجلس اعلام کرد این بود که در بیش از 25 استان و 250 مدرسه تاکنون این مسمومیت‌ها دیده شده. خب این بسیاری از افرادی رو که در حتی بعد از 5 ماه سرکوب ممکن هست که نبریده باشن، اونها رو هم به تفکر وادار می‌کنه. رفتارهای حکومت به گونه‌ای بوده در 44 سال گذشته و بالاخص در 6 ماه گذشته که بسیاری رو به تأمل وا خواهد داشت. بله. حتی اگر اینها نیایند و به صراحت اینها رو ابراز نکنند، از این حکومت فاصله خواهند گرفت. مشکل در اینجا این هست که حکومت جمهوری اسلامی منابع یک دولت ملت رو در اختیار داره و هنوز میتونه رانت و امتیازات رو میان گروه‌هایی تقسیم کنه. اگر تحریم‌ها، اگر دول غربی تحریم‌ها رو اعمال کنند، فشارهای لازم رو وارد کنند و حکومت نتواند منابع رو در اختیار گروه‌های خاصی قرار بده، اونها هم، کسانی که هنوز هم به حکومت وفادار هستند، اونها هم به سرعت ریزش خواهند پیدا کرد.